هرگز نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی دارند. اولین روز از ماه خرداد مفتخریم در خدمت شما و مهمان خانه های شما باشیم در برنامه بازشناسی باورها. ضمن عرض درود و سلام و احترام خدمت یک شما بینندگان گرامی، برنامه امروز 20 برنامه از سلسله جلساتی است که به تحلیل و شرح زندگانی علی ابن ابی طالب میپردازه. مباحث گذشته ما به آنجا رسید که مبانی بنیادگرایی رو در اندیشه علی ابن ابی طالب به بحث نشستیم. دلیل این است که یک ذهن توسعه یافته سعی میکنه آن ارزش‌هایی رو که به دنبالشه، اون معیارهایی رو که به دنبالشه منطبق بکنه با اون مصادیقی که به دنبال اون حرکت میکنه. یعنی اگر به دنبال یک ارزشی است، مثلا عدالت، برابری، آزادی، باید به دنبال مصادیق مطلوب خودش هم باشه. بخشی از این مصادیق کارگزارانن، افرادن، انسانها هست. انسانهایی که مدعیان پاسدار و حامی و به دنبال ارزش‌هایی در حال حرکتن. اگر شما نتوانید به درستی تشخیص بدید که آیا این شخص واقعا مصداق خوبی برای اون ارزش ها خواهد بود، دچار خطا خواهید شد. در مورد مسئله بنیادگرایی، با توجه به این که امروز رژیمی در مسند قدرت هست در ایران ما، طبیعی است نشان بدیم که اگر این رژیم به عنوان کارگزار و خدمتگزار یک ایدئولوژی فعالیت میکنه، آیا ارزش‌های خودش رو منبعث از یک ایدئولوژی گرفته یا نه؟ در کنار این، بدیلی که بعضی از دینداران معرفی میکنن، یعنی سعی میکنن نشان بدن که حاکمان فعلی جمهوری اسلامی افرادی نیستن که از اسلام تبعیت میکنن، بلکه یک ایدئولوژی یا یک دین خود ساخته ای رو ارائه کردن و سعی میکنن از اون بهره برداری بکنن. و ما میخوایم نشان بدیم که سرسلسله مشروعیت این رژیم هم چیزی جدای از این افراد نیست. برای همین بحث بنیادگرایی یکی از مهمترین مسائله. یعنی انسانی که به دنبال این نیست شرایط و تغییرات جهان کنونی رو بفهمه، درک بکنه، قبول کنه و در صدد اجرای اون باشه، بلکه میخواد نظم فعلی، مطالبات مردم و ارزش‌های مردم امروز رو نفی کنه و به دنبال این باشه که همان ارزش‌های دوران گذشته در درون جامعه جاری باشه. خب ادامه میدیم و امیدواریم امروز بحث بدعت و سنت از منظر علی رو هم بررسی بکنیم و نشان بدیم تا چه اندازه اندیشه‌های بنیادگرایانه در تفکر علی وجود داشته و او در دوران حکومت خودش هم در صدد احیای همون بنیادگرایی اسلامی بود، بنیادی که اساسش رو هم عرض کردیم پیشترها بر قرآن و سنت رسوله. خب آقای رسول جعفریان فرازهایی رو در کتاب خودش در تاریخ خلفا می آورد که برای ما کمک کننده و نشان دهنده این است که ایشان مواردی رو ذکر میکنه که علی ابن ابی طالب در صدد نفی مسائلی است که از نظر دینی بدعت. و من عرض کردم بدعت یعنی یک چیز نو، یک چیز جدید، یعنی حکمی که شما میآورید و به واسطه اون یک حکم دینی رو تعطیل میکنید. در دوران متقدم بحث بدعت و سنت مطرح بود. سنت به معنای یک امر شناخته شده در قرآن و سنت رسول، رفتار رسول، گفتار رسول، و بدعت یعنی آن چیزی که جزء قرآن و سنت رسول نیست اما می آید یک حکمی رو که حکم دینیست معطل بکنه، تعطیل بکنه، به تعویق بندازه. خب رازهایی رو بخوانیم دوباره از کتاب تاریخ خلفا. علی سعی می کنه به عثمان
تذکر بده، یعنی جایی که خلیفه ای بر مسند قدرت بنابر مسائل مستحدثه سعی میکنه یک اجتهادی بکنه. علی داره به او تذکر و توجه میده. بدان که فاضل ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتی را که شناخته است برپا دارد و بدعتی را که ناشناخته است بمیراند. سنت ها روشن و نشانه هایش هویداست و بدعت ها آشکار است و نشانه هایش برپا. یعنی میگه این دو تا مشخص، شما نمیتونید بگید این سنت نیست اون بدعت نیست، بلکه کاملا در قرآن آمده، در سنت رسول آمده. به بدترین مردم نزد خدا امامی است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر، که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده گرداند. پس میبینید وقتی علی صحبت از حاکم دادگر میکنه و حاکم ظالم، داد و ظلم بر اساس حکم خداست. یعنی اگر شما امروز در درون جامعه اسلامی میبینید که بر زنان ما این رفتارها میشه، از درون اون ایدئولوژی این عین عدل و داده، چون سنت خدا و رسول، حکم خدا و سنت رسول. پس وقتی صحبت از دادگری میشه که دار ما هم شنیدیم دیگه، دوستان مسلمان ما میگن ببینید علی به عدل دستور داده، گفته برید عدل رو رعایت بکنید. بله علی گفته برید عدل رو رعایت بکنید، اما کدام عدل؟ این عدل در درون هر تفکر و ایدئولوژیک معنی داره، یه مصداقی داره. ظلم در درون ایدئولوژی یک معنا داره. یعنی من اگر امروز بگم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو رعایت بکنید، از منظر علی ابن ابی طالب این ظلمه. چرا؟ چون در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده مسلمان و کافر با هم برابره. ما قرآن نمی کنه برابره. اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه زن و مرد با هم برابره. قرآن نمیگه اونا با هم برابره. کدوم عدله؟ کدوم ظلمه؟ طبیعیه از نظر علی ابن ابی طالب قرآن عدله، اعلامیه جهانی حقوق بشر ظلمه. ما وقتی کار به شعار میرسه، این دوستان مسلمان ما میگن بفرمایید دیدید علی به عدل دستور داده. در اسلام هم آمده است که بروید برای انسان ارزش قائل باشید، لقد کرمنا بنی آدم. اما کرامتی که اسلام مد نظرشه خیلی متفاوته با کرامتی که امروز در جهان گفتمانی امروز با خرد جمعی ما بهش رسیدیم. کرامت به معنی ارزشه، به معنی احترام. در سیستم علی یه دی بردن، یه دی زنن. حالا ما اینا رو بعدها خواهیم خوان که چه کلمات توهین‌آمیزی نسبت به بانوان ما به کار برد. بنابراین عدل و داد از منظر علی همان حکم قرآنه، همان سنت رسول. دوباره در صفحه 331، بدعتها و کارهایی که به سنتها همانندن و از سنتها نیستند هلاکت و تباهی مردم را در پی دارند. دوباره در خطبه 50 به نوعی آقای جعفریان نقل میکنه. جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه ها پیروی از هواهای نفسانی است و نیز بدعت هایی که گذاشته می شوند. و بعد دوباره خب ایشون ادامه میده. بدعت هایی برخلاف کتاب خدا، آنگاه کسان دیگر را در اموری که مخالف دین خداست یاری می کنند. به صراحت داره اشاره می کنه که مخالف کتاب خدا نباید عمل بکنی، نباید رفتار بکنی. اون وقت یک عده‌ای از این دوستان نواندیش ما سعی میکنن از علی ابن ابی طالب امروز الگو بسازن.
ادامه بدیم دوباره فرازهای دیگر از صحبتهای او. بیش از خطبه 87، این در جواب نواندیشان دینی، یعنی کسانی که معتقدند ما عالمیم، میفهمیم، امروز مقتضیات روز حکم میکنه که ما دیگه برخی از احکام دین رو به عنوان عرضیات، اون چیزی که عبدالکریم سروش میگه، اینا رو نادیده بگیریم، اینا تخت بند زمان و مکانن. ببینیم علی بن ابی طالب چی میگه. بخشی از خطبه 87 نهج البلاغه است. دیگری خیش را عالم خوانده در صورتی که عالم نیست، او یک سلسله از نادانی ها را از جمعی نادان اقتباس کرده و مطالبی گمراه کننده از گمراهانی آموخته است. دقیقا عین همین نوع اندیشان دینی ماست. مثلا میگیم این حکم قرآنه، میگه بله ولی ویتکنشتاین اینطوری گفته، کانت اینطوری گفته. مسئله بر سر اینه که در درون کانتکس دینی آیا کانت عالم محسوب میشه یا خدا عالمه، یا ویتکنشتاین معصومه یا از نظر شما پیامبر اسلام و علی معصومه. علم و دانش گادامرها در فهم مطالب به ما کمک میکنه یا خداوندی که روشن و شفاف به شما توضیح داده. از نظر علی و همینطور پیامبر اسلام فرق نمیکنه و حتی قرآن. این جماعتی که با عقل، با منطق به درجه ای میرسن که بعضی از احکام دین رو هم میگن لغو کنین و گمراه هم. روی سخن علی دقیقا با نواندیشان دینیه، یعنی جایی که داره به صراحت اشاره میکنه، میگه شما گمراه های هستی، از یه سری گمراهان چیزی آموختی و دامهایی از تنابهای فریب و گفته های باطل بر سر راه مردم نصب کرده است. قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق داده و حق را مطابق هوسهای خیش تفسیر کرده است. یه شما همچه حقی نداری. حق زنان اینه، حق بردگان اینه، حق کفار اینه، حق اهل ذمه اینه. شما حق نداری بر علیه قرآن بر حق خود تفسیر بکنی بگید نه ما میگیم اینا برابرن. از نظر علی همین الان اعلامیه جهانی حقوق بشر باطله، سند گمراهیه. مردم را در برابر گناهان بزرگ ایمنی میبخشد و جرائم سنگین را در نظرها سبک جلوه میدهد. یعنی به عنوان مثال مثلا میگن امروز بحث حقوق بشر مطرحه، پیامبرم اگر امروز بود حکم میکرد که همه برید به سمت اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی این گناه نیست، این خطا نیست. ما میفهمیم که اگر پیامبر اسلام امروز زنده بود همین حکمی رو میداد که من عبدالکریم سروش دارم به شما میگم یا من مجتهد شبستری دارم به شما میگم. اینا دروغه. یک نیت خانی است از یک انسانی که امروز زنده نیست. اما میخوان گناهان کوچیک نشون بدن. علی داره به اینا اینو تذکر رو میده. ادعا میکند که من از شبهات اجتناب میورزم در حالی که در آن غوطه‌ور است و میگوید من از بدعت ها دوری میکنم در حالی که در میان آنها آرامیده است. بنابراین چهره او چهره انسان است ولی قلبش قلب حیوان. راه هدایت را نمی شناسد تا از آن پیروی کند و طریق گمراهی را درک نمی کند تا از آن بپرهیزد. او مرده است در میان زندگان. بنابراین می بینید علی بن ابی طالب در برابر نوع اندیشان دینی به صراحت اشاره بر این موضوع داره که شما حق ندارید کلام خدا رو مطابق میل خودتون تفسیر بکنید و بعد
تخفیف بدید، بگید بله خدا هم اگر بود امروز همین حرفی رو میزد که من مجتهد دارم میگم، من سروش دارم میگم. بنابراین نیاز نیست حالا احکام اسلام رو اجرا بکنه. قرآن 6236 آیه داره، قرآنی که الان دم دست نیست. چه کسی گفته شما حق داری یه آیه از اون رو باطل کنی، اون رو نادیده بگیری؟ دلیلش رو به ما بگی. دلیل یعنی چیزی که از آن چیز دیگری پدید میاد. مثلا میگیم چرا زمین خیسه؟ میگیم باران آمده. آمدن باران سبب میشه که زمین خیس بشه. این میشه دلیل. یک ربط موضوعی میان اونها، یک توالی میان اونها باید وجود داشته باشه. قرآن تاکید داره که آیات من رو اجرا بکنی. علی هم به دنبال اون بوده. اما یک عده‌ای از نواندیشان میگن نه خیر، ما میتونیم امروز قرآن رو تعطیل کنیم، بگیم نه خیر نیاز نیست. میگیم خب دلیل بیار که قرآن به شما این حق رو داده که این رو تعطیل کن. کدوم مرجعی به شما دستور داده؟ اینها برای زیبا نشان دادن اسطوره های اسلامی است. یعنی هنوز میخوان علی ابن ابی طالب در زندگی ما حاضر باشه. دموکراسی میخوای؟ تو قرآن نگاه بکنیم یه جای دموکراسی. حالا به امروز میخونیم این بحث شورا رو پیدا کنیم ببینیم یه چیزی منطبق با دموکراسی پیدا میکنیم. سکولاریسم میخوایم نگاه بکنیم ببینیم قرآن به ما گفته که حالا اشکال نداره من نادیده میگیرم به عنوان الله، شما هر کاری کردید کردید. خب یکی از کلمات علی ابن ابی طالب، بدعت گذاران بدترین خلق خدا هستند، اهل بدعت سگان دوزخیانند. یعنی تازه در دوزخ این جماعت جز پسترین ها هستند از نظر مسلمان خود، چون جایگاه سگ رو میدانید در اسلام به چه نحوی است. سلیم ابن قیس هلالی در کتاب خودش اسرار آل محمد باز هم یه فرازی از فرمایشات علی ابن ابی طالب را برد. به خدا قسم سنت همان سنت محمد است. یعنی این همه صحبت کردیم که سنت رو پاسداری بکنید، علی داره به ما میگه که سنت منظورش چیه. نمیگه سنت سنت آیندگان است، یعنی آیندگان بنشینن آنچه را که خودشون فهم میکنن قانون کنن. میگه سنت سنت محمد. و بدعت هر چیزی است که از سنت پیامبر فاصله بگیرد. این تعریف سنت و بدعتی است که در درون فهم علی ابن ابی طالب ما میتونیم پیدا کنیم. این همه ما روایت خواندیم، اسناد ارائه کردیم، برای چیه؟ برای اینکه نشان بدیم وقتی ما میگیم علی بنیادگراست، دلایلش رو داریم ذکر میکنیم. طرف به صراحت داره توصیه میکنه، اقرار میکنه، عمل میکنه، بعد ما چشممون رو بستیم. انسان توسعه یافته از نظر ذهنی باید بفهمه. بعد همین انسان ها دنبال خمینی میدونن که حقوق بشر واسه شون بیاد، بعد میگن ما گول خوردیم. خب عزیز من گول خوردی نیست، ذهن توسعه یافته نیست. یعنی هنوز نتونستی تطبیق بدی بین ارزش و مصداق که این مصداق آیا با اون ارزش تطبیق میکنه؟ آیا من به دنبال یک انسانی هستم که به دنبال پیشرفته؟ و این مشکل فقط در مورد آخونده هم نیست دوستان. یکی دو سخنرانی رو من میخونم شما دقت بکنید، این مشکل فرهنگی ما بوده. دو تا سخنرانی رو من میخونم، بسیار مسئله مهمی است. روز عید قدیر، پیام شاهنشاه به مناسبت روز عید قدیر 27 مرداد 1333. روز عید قدیر یکی از روزهای مسعود پیشرفت به سوی کمال است. روزی است که پیغمبر اکرم علی علیه السلام را برای ما رهبر زندگانی و سرمشق عدالت و فداکاری قرار می‌دهد.
ما همه میدانیم که پیروی از پیشوای شیعیان یعنی همین علی ابن ابی طالب، یعنی ایمان به حقایق جاوید و عدالت و فداکاری و از خود گذشتگی تنها راه مستقیم و سعادت و سربلندی است. از بیانات شاهنشاه در سلام عید قدیر 16 اسفند 47 ده سال قبل از انقلاب ایران: علاقه و خواست من این است که مراکز علمی ما علم و تقوا را توأم کنند و با الهام از تعالیم عالیه دینی و سرمشق از حضرت امیر مؤمنان نسل‌های آینده ایران را چنان که باید به شایستگی تربیت کنند. خب آخه فکر کنیم پادشاه یک مملکتی، نگاش به توسعه، نگاش به پیشرفته، ولی مصداقش علی ابن ابی طالبه. خب چه نیازی این حرفا رو زدن واقعا؟ فقط مشکل ما آخوندها نیستن، ما هنوز همین مشکل رو داریم. طرف استاد دانشگاه است مثلا در یه دانشگاه امریکایی، 50 سال داره درس میده، تا به مسئله دین میرسه تمام اون منطق و استدلال و زبانش میگیره. باید شما تابع دلیلی، تابع منطقی، یا نه نگاه میکنی مردم چی دوست دارن من از اون طرفداری بکنم. آخوند که تکلیفش معلومه، بله او از قبل علی ارتزاق میکنه، نمیاد بگه ماست من ترشه، نمیاد بگه کالای من معیوبه، میگه علی بهترین آدم. اما تویی که به دنبال پیشرفتی، به سوی تمدن بزرگ میخوای بری، خب این تمدن بزرگ که با علی نیستش که. مثلا اندیشه های افرادی مثل علی ابن ابی طالب تمدن رو نابود میکنه. در درون جامعه علوی شما به مصادیق شما داریم میخونید چه تولید فکری صورت گرفته؟ هیچ، فقط احکام شرعی و دینی و جنگ ها و اینا. از بیانات شاهنشاه در سلام عید قدیر 18 شهریور 31: پیروی از احکام و فرامین حضرت امیر مؤمنین علی علیه السلام کار آسانی نیست، ولی همینقدر که ما تلاش و کوشش نماییم که احکام این مرد بزرگ اسلامی را به کار بندیم و اصولی را که آن حضرت فرموده همواره در مد نظر قرار داده و تبعیت کنیم، قدم بزرگی در راه خیر و صلاح مردم و ملت ایران برداشتیم. اتفاق کاملا برعکسه. رفتار و تبعیت از رفتار و گفتار علی سبب بدبختی مملکت بود، به سبب خیر مردمه که بریم سراغ به سنت ها. از کتاب شاهنشاهی و دینداری در زمان رژیم گذشته تهیه شد، سخنرانی های اعلیحضرت. خب مشکلات ماست، مشکل فرهنگی ماست. از بزرگ مملکت بگیرید درگیر این ویروس خرافات، تو پایین ترین مردم جامعه عوام که نگاه میکنن روزنامه رو میکنن اعلیحضرت همین، مجلات دیگر رو نگاه میکنن مرجع تقلید همین بود. مردم به این سم میرن که خب حتما اینا درست میگن، ما نمیفهمیم. پس عد در علی جستجو میشه. یه آدمی رو آورده بودن در این دادگاه ها، اسمش رو فراموش کردم، گل سرخی بود یا دیگری بود نمیدونم، این چپی ها بود، میگفت من نمیدونم پیامو الهام گرفته از حسین ابن علی و این داستان هست. و فضای فکری شما نگاه بکنید، از آخون، از کنشگران تا اون صد رهبر مملکت، تعالیم علی، تعالیم علی همینی که الان دارم میخونی، اصولی که علی مد نظرش بود همین هاییست که الان ما داریم میخونیم. چرا زحمات خودمون رو از بین میبریم واقعا؟ یا صحبت نکنیم در مورد یه مسئله، یا ذهن مردم رو آلوده نکنیم. طرف کارشناس میاد میشه تو تلویزیون خیلی راحت، خیلی منطقی هم صحبت میکنه، استدلالی،
اما وقتی پای دین میاد وسط، یه سوالی میپرسید، زمانش میگیره، دیگه نمیتونه در مورد اون مسئله صحبت کنه. خب بریم ادامه بدیم بحث رو، ببینیم علی ابن ابی طالب در برابر طلحه و زبیر و دیگران نگاهش چیست و سعی میکنه چطور در برابر افراد مختلف از عقاید بنیادگرایانه خودش دفاع بکنه. یکی از صحبت ها این بود که علی ابن ابی طالب با صحابه مشورت نمیکنه. دیدید مثل جمهوری اسلامی یا آقایی هست فقط با یکی دو نفر خودی ها مشورت میکنه. طلحه و زبیر مشکلشون این بود که آقا تو چرا با ما مشورت نمیکنی در کار؟ در این صحبت علی نکاتی میگه که برای ما خیلی جالبه. اولا در کارها با ما، این آقای رسول جعفریان داره میگه، یعنی سخنی است که طلحه و زبیر گفت، اولا در کارها با ما مشورت نمیکنی و ثانیا خلاف عمر ابن خطاب رفتار میکنی. در منظورش تقسیم غنایم این است. امام فرمود تا وقتی حکمی در کتاب خدا آمده جای مشورت نیست. یعنی به صراحت داره اشاره میکنه مردم نقشی ندارن حتی در مشورت کردن با خلیفه یا حاکم در مورد اینکه این حکم رو ما تعطیل بکنیم، قانونی بر علیهش تصویب بکنیم یا نه. دوستان این مسئله دو نکته رو نشان میده. اولا وقتی در قرآن میگه و امر شورا بینهم، این شورا در غیر حکم خدا و سنته، یعنی ما مسلمون ها زمانی میتونیم با هم مشورت کنیم که چاره پیدا کنیم مثلا برای یک مشکلی که خدا در موردش حکم نداده باشه. در سنت پیامبر حکمی نداده باشه. در واقع علی ابن ابی طالب اینجا داره به طلحه و زبیر اینو گوشزد میکنه، میگه وقتی حکم آمده که دیگه نیاز به مشورت نیست، خدا دستور داده، مگر در موردی باشه که من حکمی رو در کتاب خدا و سنت رسول پیدا نکنم، اون وقت بعد میای مشورت. حالا این مثلا چه چیزی رو نشان میده؟ بیایید شما فرض کنید جمهوری اسلامی که امروز بر سر کاره، بدیلی میخواید براش معرفی کنید یا آلترناتیو یا جایگزین میخواید براش معرفی کنید. یک جایگزین کسانی هستند که نگاهشون نگاه غیر دینی است، نگاه سکولار دارن، نگاه دموکراتیک دارن. خب اینا طبعا اهمیتی براشون نداره که دین میخواد عقب بره یا جایگزینش یک حکومت دینی دیگری باشه، نه مهم نیست، همه رو میذارن کنار. امر دینی مربوط به حوزه خودشه، امور اجتماعی مربوط به حوزه خودشه. گروه دیگر فقها هستن که میگن آقا ما این حکومت رو داریم و داریم اجرا میکنیم. یک گروه سومی وجود دارن، اینا از فقها ناراحتن، یعنی معتقدن که اینها دین رو تبدیل کردن به یه دکانی برای خودشون و به هر حال دارن حکومت میکنن، به مردم هیچ گونه اعتنا و توجهی ندارن، جنایت میکنن از این چیز. بعد بهشون میگید خب مشکل شما چیه؟ میشه به ما فرمایید؟ از جمله اینا نواندیشان دینیه. میگن حکومت حق امام محسوم. مگه نیومدن در شیعه متکلمان شیعی اشاره کردن که در زمان غیبت هر پرچمی که برافراشته بشه پرچم ظلمه، پرچم طغیانه؟ میگیم بله. اما جایگزینی که شما میخواید معرفی کنید کیه؟ وقتی میگید امام معصوم، فرض کنید این امام معصوم اینجاست، الان ذهن توسعه یافته که کارش همینه دیگه، یعنی فکر میکنه اگر این برنامه اجرایی بشه چه به وجود میاد، نه اینکه اون رو اجرا بکنیم بعد بدبخت بشیم حالا فکر کنیم. نه، یک ذهن توسعه یافته سعی میکنه با
شواهد، مدارک، با یک دید منطقی فکر کنه که اگر حکومتی حکومت دینی شد عواقبش چیه؟ اگر جامعه به دست یک دیکتاتور بیفته عواقبش چیه؟ نه اینکه بگه اول دیکتاتور رو بیاریم حالا بعدا ببینیم چی میشه. نه، از همون اول میاد نگاه میکنه. در سال 57 یه عده‌ای میتونستن، خیلی معدودم بودن، تعداد کمی بودن، که آقا حکومت دینی عاقبتش یعنی همین جنایت ها. می آمدن می نوشتن در رسانه ها می نوشتن، اما کسی گوشش بده کار نبود. می گفتم فلانی بدبینه، فلانی ضد انقلابه، فلانی نمیدونم به دنبال انداختن یک چوبی لای چرخ انقلابه. در حالی که ذهن توسعه یافته باید نشون بده قبل از اینکه شما بیمار بشی به شما بگه که این سبک زندگی فردا سبب بیماریه، نه اینکه ادامه بده حالا وقتی بیمار شدی اون وقت من به تو میگم دیدی اون مسائلی رو که رعایت نکردی سبب بیماریت شد. حالا بیایم نشان بدیم که فرض کنید امام معصوم آمد، اون جامعه آرمانی شیعه در حال تحققه. حالا این جامعه آرمانی شیعه چه ویژگیهایی داره که برای ما دشواری ایجاد میکنه؟ خب بریم ویژگی های این آقا رو بشناسیم، این امام زمان رو بشناسیم. اولین ویژگیش اینه که این آقا معصوم، یعنی نه گناه میکنه، نه خطا میکنه، نه دچار فراموشی و نسیان میشه، نه سهو در او راه داره. وقتی این آقا ظهور بکنه با اون درجه عصمت، من که دیگه نمیتونم در برابر او نقدی بکنم، چون او مصون از خطاست، پس حتما من دارم خطا میکنم، چون برای یک انسان معصوم که شما نمیتونی نقد بکنی. در نتیجه هر نقدی خلاف واقع، دیگه ضرورت نقد دیگه از بین میره، در دیگه نیاز به روزنامه ای دارید که در نقد اون آقا چیزی بنویسه، نه نیاز به مجلسی دارید. و بارها عرض کردم همین خبرگان رهبری فرمالیتی که در جمهوری اسلامی هست، همین هم دیگه ضرورت نداره با آمدن امام معصوم. دیدید نو اندیشان دینی ایراداتی که میگیرن چیه؟ به عنوان مثال عرض میکنم که بعد این خبرگان مثلا اونجا نشستن، خب اینا چیکار میکنن؟ نه نقدی میکنن، نه بررسی میکنن، نه تا به حال شده که این آقای خامنه‌ای رو زیر سوال ببرن. بله کاملا درست، چون فرمایشی ان، همگی مخلص آقا هستن، انتخاب شده او هستن، اونجا میشینن در کهولت سن میشینن یه دعایی میخوانند و داستان تمام میشه. اما مسئله بر سر اینه با آمدن اون شخص آرمانی شما آیا مجلس خبرگان میتونیم داشته باشیم؟ مثلا اغلای جامعه جمع شن به امام زمان بگن آقا اینجا کارت اشتباه است؟ اینجا رو اشتباه کردی؟ اینجا رو جنایت کردی؟ اصلا چیزی شدنیه؟ چون آقا که معصومه، ماها خطاکاریم. دومین مسئله، امامی که اینها میخوان به ما معرفی بکنه علم لدنی داره، یعنی هر چیزی که اصلا ما نمیدونیم اون آقا میدونه. که شما میخواید با اون چه بحثی بکنید؟ مثلا طرح اقتصادی بدید بهش، در سیاست بین الملل مثلا به اون مشاوره بدید، بگید مردم جامعه چی میخوان، مثلا صندوق بذارید بگید مردم جامعه ما الان میخوان که ما با امریکا خوب شیم. مثلا همه پرسی، همه پرسی برای اینه که دولت نیت مردم و مطالبه اونا رو بفهم. مثلا شما در کشورهای اروپایی همه پرسی میذارن، انگلستان میخواد از اتحادیه اروپا خارج، با همه پرسی میذاره. برای چی؟ برای که ببینیم آیا مردم موافقن یا نیست. زمینه شده که من دولت مرد نمیدانم مردم چی میخوان، نیاز از اونا بپرس. اما کسی که علم لدنی داره، خدا همه چیزو به او گفته، او نیاز به صندوق همه پرسی داره؟ مثلا نیاز به انتخابات داره؟ او تشخیص میده سلیمانی به درد نمیخوره، آقای الف بهتر،
اونو بیاریم. دیگه نیاز به انتخابات نیستش که. شما مردم ببینید وقتی خامنه ای صحبت از این میکنه که مردم یه چیزی میگن من یه چیز دیگه میگم و حرف من به کرسی باید بنشینه، حاصل همون تفکرات و زمینه هاست دوستان. ما اینا رو فهم نمی کنیم، نمی فهمیم که اونا تو چه عالم دیگری هستن. به موازات برنامه علی ما یه موازاتی داریم برای تبعین ایدئولوژی رژیم، فقط برای اینکه فهم کنیم اینا چه موجوداتی هستن، اینا چطور فکر میکنن، اصلا مکانیزم ذهنی اینا چیه. شما خودتو جای اونا نذار. طرف خودش عالم علوم دینی میدونه، خدمتگزار دین میدونه، بعد میخواد از شما نظر بخواد که حکم خدا رو تعطیل بکنیم یا نکنیم. یه به صندوق انتخابات باید ارزشی قائل باشه، احترامی بذاره. نخیر، به شما توجه میکنه که آیا شما دوست دارید مثلا با امریکا خوب بشوید یا نشوید. مثلا این آقا تو اون زمان من نماینده اون امامم. بعضا هم دیدید از این داستانهای مزخرف رو میسازن که ایشون در ارتباط هست با اون آقایی که رفته سردابه سامر را میخواد بیاد بیرون، دستورات سالانه رو مثلا بهش میده. دیدید دیگه اون آقای گلپایگانی رئیس دفترش رو یه سری از این افراد برای این طب میکوبن. تو هدفی دارن، میخوان بگن تصمیمات این آقا. دیدید اخیرا هم یک فایل از اینا بیرون اومد که اشاره میگه این سخنی که مثلا من گفتم خدا در دهان من انداخت. این برای ما مسخره است دوستان، اما برای نزدیکان اون آقا خیلی جالبه. اونا باور میکنن چون ذهنشون بسیار کوچکه، استدلالهای خنک رو خیلی راحت میپذیرن، ساده لوحن. یعنی یه لوحی داره هر چی روش بنویسی همون، مثل تخت سیاهی که صاف، هیچ توش نیست، منطق استدلال هیچ از نمیخونه. هر چی سید علی خامنه‌ای روش بنویسه اونا میپذیرن، میخوننش، تکرارش میکنن. در اون تفکر این آقا که علم لدنی داره که مجلس معنی نداره. مجلس میخواد برای چی بذاری؟ بشه قانون تصویب کنید. خب همه اون که بخواد بگه من خودم خیر و صلاح جامعه رو من میفهمم. تازه امامان معتقد نیستن که خودشون میفهمن، معتقدن که خدا فهمیده به اونا داده، این علم از جانب اوست. نیایید بگید خب امام هم انسان است. بله انسان است، اما ادعای اونا بر اینه که علمی که این آقا داره از جانب خداست، اوست که این علم رو به او داده. پس با ظهور حضرت شما دیگه نه نیاز به مجلس داری، نه نیاز به صندوق انتخابات داری، چون همه چیز اون آقا میدونه، میاد انجام میده. منصوب الله هم خود این آقا، مگه شما فردا میتونید ازش ناراضی باشید برش داری؟ بنابراین جامعه ای که این افراد برای ما تصویر میکنن همون بهتره که امام زمانش ظهور نکنه. حالا کاری هم نداریم به این که وقتی ظهور میکنه چه جنایت هایی میکنه، بنابر نقل های خودشون. از همون صدر اسلام شروع میکنه انتقام گرفتن از ابوبکر و عمر و عایشه و اینا، گوراشون رو میره بیشکافه، نفش قبر میکنه، اونها رو در میاره، اعدام میکنه، شلاق میزنه، تا زانوان اسبش خون میگیره. از این داستان ها رو کنار، هرچ میازه این کارا رو نکنه. اون اوتوپیایی که این عزیزان برای ما تصویر دارن میکنن یه دیستوپیاست، جایی که شر غالبه نه خیر. با آمدن حضرت همه چیز تعطیل. خیر و صلاحی وجود نداره، همه چیز اون آقا میدونه. آقای رسول جعفریان در تاریخ خلفا به یک نکته اشاره میکنه که این هم نحوه رفتار عملی علی ابن ابی طالبه. نه تنها میگه که باید سنت ها رو پاسداری بکنید و بدعت ها رو جلوشو بگیرید، دستوراتی هم میده که جالبه. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. در صفحه 251 کتاب تاریخ خلق. البته خود او به نقل از کتاب جامع بیان علم و فصل
ما در گذشته خواندیم این نقل ابن خلدون رو که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدند و البته مناطق دیگر که فن کتابتی بود، آثاری بود، دستور نابودی اون آثار رو دادن. نقل در کتاب‌های زیادی هم آمده، مبناش بر سر همینه که ما یک کتابی داریم، کتاب خداست، یک سنتی داریم، سنت رسول. رتب و یابس در این هست، هر تر و خشکی در این هست. وقتی اصل جنس رو داریم دیگه متفرقاتش رو چیکار بکنیم؟ خدا به ما یک کتاب داده، ما اونو بذاریم کنار بریم سخنان سلیمانی امیری رو گوش بدیم؟ پیامبر به ما گفته چطور زندگی بکن، ما بریم سبک زندگانی آیا امیر شهرتی رو بگیریم؟ مبنا وقتی حقیقت، مطلقیت و یقینی بودن یک مسئله است، نتیجهش حذف اندیشه های دیگر. ریشه های عدم تساهل و تسامح در اسلام و البته ممکن ادیان دیگر هم همین گونه باشه، چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. یعنی من وقتی میگم اسلام چنین است به این معنا نیست که دین دیگری چنین نیست، ممکن او هم باشه. وقتی میگیم علی چنین است به این معنا نیست که دیگری نیست، ممکن اون دیگری هم همین ویژگی رو داشته باشه. و همین داریم میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. وقتی زمینه یک اندیشه ای بر سر اینه که ما حقیم، ما درستیم، شکی در ما نیست، لا ریب فیه، در نتیجه شما دیگه به اندیشه دیگه نیاز ندارید. اینکه کتب دیگران رو از بین ببرید برای همینه، شما نیاز ندارید. انسان ها مطالبی رو نوشتن به دنبال این بودن یه حقیقتی رو پیدا بکنن، با هم بحث کردم، یه فیلسوفی اینو گفته، یه فیلسوف دیگه اونو گفته، یه فیلسوف دیگه اینه نظر سومی داده، ولی قرآن ما که همه چیزو میدونه یه کتاب به ما داده، یه آیاتی رو آورد و این قرآن حاصل همون علم خداست. آیه 166 نساست که این قرآن بر اساس علم خدا نازل شده، ملائکه هم گواهیشن. خب دیگه شما نیاز به کتابای دیگه ای داری؟ مثلا کسی بیاد فلسفه اخلاق رو برای شما تشریح بکنه؟ چون خداوند دیگه اومده گفته دیگه اخلاق رو باید و نباید چطور باشه، حقوقدانان بشینن قانون بنویسن، نیاز نیست. همین آیات الاحکام رو هم داریم، مبانی رو هم داریم، از اونا بهره می‌بریم. در اینجاست که فاجعه رخ میده، یعنی جایی که دیگه علم به حداقل میرسه. چرا جهان اسلام دیگه عالم بزرگ نداشت؟ تک و توک افرادی هم که بودن در سنت‌های ایرانی و سنت‌های مسیحی و اینها بودن که شاخص شده بودن. مثلا عالم از اهل حجاز مثلا کی دارید شما؟ میشه به ما معرفی کنید یه عالم بیارید که مثلا در اون بستر اندیشه‌های قرآنی تونست عالم بشه، فیلسوف بشه، اندیشمند بشه؟ اتفاقا همون یه دو سه نفری هم مثل فارابی ها و ابن سینا ها و دیگران بودن، تکفیر شدن از طریق بزرگان اسلامی مثل غزالی ها. کتاب داره تحاوت الفلاسفه، تکفیر کرده، در انتهای کتاب اینا رو تکفیر کرده، چون بخشی از اون اندیشه هاشون با قرآن تطبیق نمی کنه. به واسطه این گرایش های فکری بود که علم و دانش تولید نشد، چون علم و دانش زمینش بر سر اینه که همه باید دانش خودشون رو ارائه کنن که ما ببینیم کدوم یکی از این دانش ها دارای ادله قوی تریست. این روند باید ادامه داشته باشه. مهمترین ویژگی علم اینه که قطعی و یقینی نیست. یعنی چیزی که ما امروز فکر میکنیم 10 تا دلیل داره، ممکنه فردا یه تبیین بهتری از یه پدیده دیگه‌ای به ما بده. همین دموکراسی که ما امروز صحبتشو میکنیم روزگاری مذموم بود به دلایل مختلف که حالا محل بحث ما اینجا نیست، اما امروز مقبول شد.
چون ادله مختلفی آمد از او حمایت کرد، کاراییش رو نشان داد که نسبت به سیستم های دیگر بهتر کار میکنه. حالا نه اینکه کامل باشه ها، نه، دموکراسی هم ایرادات خودشو داره، اما نسبت به سیستم های دیگه خیلی بهتره. اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز قابل دفاعست. چرا؟ چون در برابر نسخه های بدی کارایی بهتری داره. شما با نسخه های دینی رو بذاری جلو، بگی بفرمایید ما میخوام طبق قرآن عمل بکنیم، مثل اعلامیه اسلامی حقوق بشر که کشورهای اسلامی در سال 1990 تو قاهره نوشتن. وقتی به اون نگاه میکنی تازه میفهمی که همون مسائل قرآنی و چیزهای دیگر رو با قید و بند آوردن نوشتن که کارایی هم نداره. ولی ممکنه در آینده دوباره اعلامیه دیگری بیا، خیلی دقیقتر، متقنتر و کاراتر. اما راه بازه. ویژگی علم یعنی همین که من سلیمانی امروز دارم سخن میگم، حرفم ختم کلام نیست، نزار و فیصله نمیده، بلکه فقط چیزی بر اون چیزها اضافه میکنه. ما قرآن اومده گفته ختم رسول، آخرین کتاب آسمانی، همه چیزم تو این هست. خب دیگه شما نیاز به علم و دانش ندارید، کارگزارانتون هم نیاز به شنیدن حرف دیگران ندارن، که دیدید علی میگه که چیزی که خدا گفته دیگه من با شما طلحه و زبیر نیاز مشورت ندارم. پس کارگزار اسلامی نیاز به شنیدن حرف مردم نداره در مورد حجاب. اصلا محلی از اعراب نداره شما در مورد حجاب سخن بگی، چون خدا گفته. محلی نداره که شما بگید احکام الهی رو با تهدید کرد، چون خدا گفته. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که با آنچه خدا نازل کرده حکم نکنه کافره. پس بسیار مسئله مهم نیست. همین مسائلی که به ظاهر از جلو چشم ما رد میشه، از ذهن ما گذر میکنه، ولی بهش تفتون و اشراف نداریم، دقت نمیکنیم. و بعد میفهمیم که اگر این اجرا بشه نتیجهش چه خواهد شد. نتیجه حکومت دینی است که نیازی به شنیدن صدای مردم نداره. نتیجه حکومت دینی است که اگر شما در برابر یک حکم خدا بیستید میشید محاربه با خدا. محاربه با خدا یعنی چی؟ خدا که حضور نداره شمشیر به دست بگیری. منظور محاربه یعنی نزاع با حکم اوست، نزاع با مراد اوست. او چه اراده کرده، مراد خدا چیست، باید اجرا بشه. وقتی من سلیمانی میگم این حکم تعطیله، دارم محاربه میکنم با خدا، دارم با او میجنگم که اندیشه خدا مراد او کنار بره، مراد من جاش بشین، آنچه که من اراده کردم. ما اینا رو نمیفهمیم، درک نمیکنیم. امروز در خیابان ها، در زندان ها به جرم محاربه مردم رو میکشن، برای اینی که مبناش اونه، که اصلا ما نیاز به شما نداریم. زیاد هم وارد بحث جدلی با احکام الهی بشید محاربی. خب این بستر سبب سرکوب میشه، سبب نابودی کتاب ها و علم دانش میشه. در اینجا شاید بد نباشه یه تعبیری از آقای جان استوارت میل هم به کار ببریم. آقای جان استوارت میل میگه اینایی که سعی میکنن جلوی علم و دانش رو بگیرن، یعنی جلوی آزادی بیان، آزادی افکار و اندیشه رو بگیرن، سارقان جامعه بشری، به خاطر که جامعه بشری رو محروم میکنن از یک علم و دانش. شما فرض کنید من سلیمانی حاکم یک کشوری هم، یه عقیده ای دارم، یه ایدئولوژی دارم، ایدئولوژی خودم رو هم کاملا درست میدونم، در نتیجه اجازه نمیدم دیگران سخن بگن. وقتی یک نویسنده ای در دوران حکومت من نمیتونه کتابی بنویسه، در این نتیجه نمیتونه علم و دانش خودش رو با مردم به اشتراک بگذاره. جامعه محروم میشه از یک صاحب فکر، از محصول یک صاحب اندیشه، که چه بسا اندیشه‌اش درست باشه. جان استوارت میل میگفت چه اندیشه‌هایی که برای هزار سال حاکم بود، مثلا اندیشه ارسطو برای نزدیک به هزار سال حاکم بود،
اندیشه های بطلمیوس برای هزار سال حاکم بود، تا اینکه کپلر و کوپرنیک و گالیله ها آمدن گفتن آقا یه اشتباه کرد. اندیشه های ارسطویی حاکم بود، به مرور زمان فیلسوفان جدید آمدن و نشان دادن کجاهای اندیشه های ارسطو اشتباه است. پس اینکه یک اندیشه هزار سال قدمت داره دلیل بر درستیش نیست. ما وقتی حکومتی بیاد اندیشه های ارسطو رو تحمیل بکنه و بعد جلوی همه اندیشه های دیگر رو بگیره، تولید علم و دانش صورت نمیده، جامعه محروم میشه از اون علم و دانش. جان استوارت میل میگه این سرقت اندیشه های بشری است. در نظام های استبدادی مهمترین خیانتی که به کشور میشه محروم کردن مردم از اندیشه هاست. ممیزی میکنیم در وزارت ارشاد، این کتاب نه نباید چاپ بشه چون ذهن مردم منحرف میشه. شما به نگاه بکنید کتاب های احمد کسروی ها ممنوع، کتاب های نمیدونم شجاع الدین شفاها ها ممنوع، کتاب های بهایی ها ممنوع. کتاب عزیز من اگر اندیشه هاشون غلطه مردم میفهم، شما هم نقد میکنید، دلایل اونها رو نشان میدی که کاذبه، سخیفه، ضعیفه. اما کجا میدونی اندیشه شما درسته؟ ممکنه 100 سال بعد همون اندیشه بهایی درست در بیاد، همون اندیشه های دیگر در بعضی جنبه ها درست در بیاد. کاری که اسلام با ما کرد همینه، نه با ما، با 50 کشور اسلامی، همشون تو ادبار فکری به سر میبرن. دو تا اندیشمندم دارن تهدید و تکفیر، مجبورن که برن کشورهای دیگر. چرا؟ همین دلیل سبب جمود فکری شدیم در جامعه. ماحصل زندگی و حکومت علوی جمود فکری است، چون مبناش برای اینکه حق و من میدونم مشخصه، دیگه نیاز به فکر دیگران نیست و اینها اثرات مخربی در درون یک جامعه خواهد داشت. بحثمون رو ادامه خواهیم داد در آینده به مسائل دیگر پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و شما شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، پیروز باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف